کابل ته د سرتاج عزیز سفر په کونړ باندې د پاکستانی ځواکونو له لسګونو راکټونو سره بدرګه شو. د پاکستان د لومړي وزیر امنیتي سلاحکار سرتاج عزیز کابل ته راغلی څو له افغان مشرانو سره د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي. خو له بلې خوا نه پر کونړ باندې د پاکستاني پوځیانو په لسګونو راکټي بریدونو کې یوه میرمنه سخته ټپي شوې ده او همدارنګه څو کورونه او ځنګل هم اور اخیستی دی. خو آیا د نوي حکومت اړیکې او خبرې به له پاکستان سره لکه پخواني ولسمشر حامد کرزي تشریفاتي او غولونکي وي؟ آیا د افغانستان د حکومت مشران به په ښکاره او ټینګه له پاکستانه وغواړي چې پر کونړ باندې راکټي بریدونه ودروي او افغانستان ته د ورانکارو له راتګ څخه مخنیوی وکړي؟ سلام او وخت په خیر. زه شاپور بختیار یم او تاسو د تودې خبرې خپرونې لیدونکي یاست. په دې خپرونه کې د دغه موضوع د بحث لپاره راسره میلمانه دي د پوځي چارو کارپوه ښاغلی جنرال عتیق الله امرخیل، د ولسي جرګې غړي هر یو محمد داود کلکانی او ښاغلی غلام حسین ناصری. تاسو ټول سلیم شئ، بس بخیر. کلکانی صاحب، در آغاز به شما میم. پیش از اینکه در مورد سفر از اینا و گفتگوها با پاکستان بحث کنیم، میخوایم سوال کنم که آیا پاکستان با گفتگو حاضر خواهد شد که از مداخلهش در افغانستان دست بکشد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به بینندگان محترم تلویزیون و حاضرین محترم در میز. اگر ما به پیشینه های یا گذشته های روابط پاکستان با افغانستان و بالخصوص در این مدت 12-13 سالی که صفحه جدید در افغانستان باز شده است ببینیم، پاکستان در قبال افغانستان از ابتدا به شکل سکه دروی و یا شکل بازی کرده است که از یک طرف مذاکرات با افغانستان ادامه داده است و از طرف دیگه در خفا در مقابل افغانستان تروریست‌ها را تجهیز کرده است، تمویل کرده است و تربیت کرده است و صادر کرده است به افغانستان. و همچنان در خود مسائل کشوریشان و مسائل مملکتیشان هم یک تناقض دیده میشه. شما میفهمین که اصل قدرت و اقتدار در پاکستان به دست نظامی های پاکستان هستند و نظامی های پاکستان است که سیاست روابط خارجیشان تنظیم میکنه و او را آماده میسازه. بنان به نظر ما پاکستانی ها در طول همین مدت در استراتژی خود تغییر وارد نکردین، یعنی پالیسی میکر های پاکستان در قبال افغانستان اما یک سیاست که عبارت از سیاست مداخله گرانه است، سیاست تجاوز است، امور تعقیب میکنن. تا هنوز اونا به این نتیجه نرسیدن که سیاست خود در قبال افغانستان تغییر بدن. یعنی فکر میکنید که ای که مشاور امنیتی ملیش به کابل آمده و با اعضای حکومت گفتگو میکند پس نتیجه نداره، فقط یک موضوع تشریفاتی گفته؟ به نظر ما سفر سرتاج عزیز به افغانستان اولا یک دعوتی بوده است که بعد از رئیس جمهور منتخب افغانستان دعوت به عمل بیارد و اون به پاکستان دعوت بکنه و دوم کماف سابق سفرهایی که به 20 بار رئیس جمهور اسبق افغانستان سفر به افغانستان داشت و چندین بار صدراعظم و مردمایی که دولت مدارایشان بودن به افغانستان سفر داشتن از پاکستان، ولی همش نتایجش صفر بوده است. با پاکستان با مو استراتژی که داشت، با مو پالیسی که داشت در قبال افغانستان با مو شکل ادامه داده است. آیا حکومت افغانستان به اساس امو اصول و روابط بین الملل و روابط که میان کشورها می باشه میتونه که در یک کنفرانس مشترک با مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان واضح بگوید که پاکستان یک کشور متجاوز است، بالای خاک افغانستان حمله راکتی را 4 سال میشه که انجام میتن؟ متاسفانه در زمان گذشته هم رئیس جمهور اسبق افغانستان جناب کرزی صاحب اگر بود حکومتش و حال از جناب دکتر اشرف غنی احمدزی اگر حکومتش وجود داره، اینا تا فعلا یک پالیسی روشن در قبال قضیه مداخله پاکستان در افغانستان اینا اتخاذ نکردن و فعلا هم در یک
ابهام وجود داره روابط افغانستان و با پاکستان. یعنی به نظر شما اگر حکومت خواسته باشه اعضای حکومت می توانند که در کنفرانس مشترک خبری واضح با پاکستان اشاره کنند که کشور متجاوز هستی؟ اصلا این باید در زمانهای یا در سالهای قبل بعدی از طرف افغانستان در جامعه ملل و یا در سازمان ملل متحد بعدی مسئله مطرح می شد، در شورای امنیت ملل متحد بعد مطرح می شد، در سازمان‌های منطقوی سال اما کلکانی سه مطرح شده و یک بار نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل مطرح کرد. وزیر خارجه هم چند روز پیش امی بحث در سازمان ملل داشت. به او قوتی که دو دوره ها ضرورت بود که به او قوت مطرح شود متاسفانه نشده است. یعنی که باید رئیس جمهور افغانستان مطرح بکنه در چیز و من حیث انزجار و من حیث اعتراض از مجلس خارج شود، سازمان ملل خارج شود، نماینده خود نمایندگی خود با تعلیق بیاره و امثال فشارهایی که از لحاظ دیپلماتیک لازم است که افغانستان بالای پاکستان وارد بکنه و متحدین سیاسی افغانستان بالای پاکستان فشارهای رو وارد کنه. متاسفانه همچون لابینگ هم صورت نگرفته بود و همچین لابینگ صورت نگرفته است و همچون کار هم تا فعلا به شکلی که لازم بود صورت نگرفته است. تشکر. جنرال سپیو بلا مسئله ما داس یوریدلی هم داس ویل کیږي په کتابونو کې هم داس ده او په نظامی لحاظ باندې روخانه وی نظامیانو ته ویل کیږي چې اته دی هوا ټول وګړو ته خاوره د ناموس حیثیت لري. کله که دی خبر سره موافقه چې بل واقعا خاوره د ناموس حیثیت لري اوس که څوک دغه پاکستان د راکټي بریدونو په مقابل کې چوپ پاتې کیږي موږ ته څه خطاب کولای شو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بختیار صاحب تاسو ته جناب وکیل صاحبانو ته او د تاسو تلویزیون لیدونکو ته ډېر سلامونه او ښه شپه مو ورته غواړم. کله چې موږ او تاسو ګورئ ډېر وخت وایي چې تمامت ارضي او نواميس ملي وایو که نه؟ بله. یو له دغه جملې د نواميس ملي دغه خاوره ده، دغه کلمه چې اکثره خلک یادوي، بعضی خلک البته ټول به پوهېږي، خو یو له جملې د نواميس ملي نه البته ډېر شیان نور هم لري چې زه نه غواړم دلته یاد کړم. یو هم د خاورې ساتنه ده، دا د هر وګړي وظیفه ده، خاصا د نظامیانو. نظامیان په همدې خاطر دوی ته سرتیری وایي، دوی ته سربازان وایي، چې د وطن په مقابل کې د خاورې په مقابل کې که چیرته تجاوز واقع کیږي دوی باید په خپله سینه باندې لغنه دفاع وکړي، یعنی دغه له ناموس نه دفاع وکړي. که څوک په دې کې چوپ پاتې کیږي موږ به ثقیله خبره ورته نه کوو. هغه ده چې هغه بیا د دغه قدسیت د دغې وظیفې نه ځان خالي کوي او دی مجرم ده، دی کاملا مجرم ده. په نظامي لحاظ یو شی ډېر ښه وجود لري، که چیرته په تا باندې تعرض کیږي او ته په سرحد کې او د تا په خاوره باندې تعرض کوي، په آن واحد کې به ته عکس العمل شدید وښیې، باید لغه به مقاماتو ته خبر ورکوي. یعنی جنگ بده که سیاست دیگه مقامات دیگه بلکل قاطعانه هم دقیقه سیده. کله کله بعضی خلق وایی چه ولا ما تا حکومت اجازه نراکی، رئیس جمهور اجازه نراکی، ده دقیقه سی نست. به نظام که کله چه دکترین نظامی تر هستو، کله چه به قرارگاه که ده تا وظایف به علوی کتاب که درد سو او تا تا وظیفه در کلسو چه ده خواب ساتنه، د سرحد ساتنه، د خلکو ساتنه، دا د تا اصلي دنده ده او ته په دې کې قسم وخوري چې زه به په سر و مال و ځان و شرف عزت دا ساتم. جنرال صاحب بل سوال ته راځو چې څو کاله کېږي چې ویل کېږي پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي، په پټه یا په ښکاره په ډول ډول مداخلې ترسره کړي دي، اما څلور کاله کېږي چې ښکاره مداخله روانه ده. هره ورځ کونړ او یو شمېر نورو سیمو باندې راکټي بریدونه کوي او په ځینو برخو کې د افغانستان خاوره چې د دې حکومت حاکمیت ورباندې ده هغه هم لاندې کړې ده. د افغانستان حکومت تل ویلي چې موږ ډیپلوماتیکو لارو نه کار اخلو، آیا دا په دې معنی نه ده چې د افغانستان حکومت څلور کاله خپل ناموس باندې ډیپلوماسي کوي او ډیپلوماتیکو اصولو نه کار اخلي؟ زه به درته یو عرض وکړم چې اداره د یو مملکت مربوط د لیډرشپ ده، اداره د یو قطعې مربوط د لیډرشپ ده، اداره د یو کور مربوط د لیډرشپ ده. زه خپل نظامیان په دې حالت کې هېڅ نه ملامتوم،
ځکه کله چې اداره ضعیف وي، لیډرشپ ضعیف وي، که نه هغه تر کته چې رارسیږي هغه لا پسې ضعیفیږي. نو که چیرته که څوک د دې په مقابل کې چپ پاتې کیږي، د تا خبره بالکل واضح ده، بالکل دقیقه ده چې هغه ملي نوامسو ته احترام نه لري په هیڅ صورت. به د خپلې خاورې په مقابل کې، د خپلو خلکو په مقابل کې چې چی واقع کیږي، تاسې وګورئ، دا یوه مسله وګورئ دغه امریکا ته، که نه امریکا یو تبه د ده په یو ځای کې وزل کیږي، ولې دومره عکس العمل ښیي چې نیوایي مملکت په اور باندې اړوي. تاسې ګورئ دغه ته بیا وایي چې عکس العمل د یو فرد دغه خاوره خو څه کوي، یو فرد. او په صورت یو چې موږ بار بار دا خبره ویلي دي، دغه حالت ګورئ چې تاسې ګورئ دغه نن سرتاج یزي دلته راځي او په کونړ باندې بمبارد کیږي یا په راکټو ویشتهږي، د دې په معنا نظیم لیه تاسې پوهیږئ که نه؟ د دې معنا زور ښودل دي افغانستان ته، چې زه چې دلته راځم زور د ما نظامي شته، او زه چې د تا سره غږیږم له هغه زوره غږیږم. دا د دې معنا لري په نظامي لحاظ، په نظامي ژبه همدغه شی ده. کله چې یو زمامدار یو چیرته ځي او به تا په خاوره باندې تعرض کیږي، هغه د زور له نقطې نظره چې زه دلته راځم خپله آرزو تا باندې تحمیلوم، هغه د ما زور ده. جنرال صاحب، یو بله پوښتنه هم په نظامي لحاظ، د یو نظامي دپاره، د یو پوځي دپاره، دا به د افتخار مرګ وي چې په سرپل کې، په چرخ د لوګر کې یا نورو ولسوالیو کې، سنګین کې، د افغانستان په نورو سیمو کې، چې په خپله همدا حکومت وایي چې د پاکستان جاسوسان له خوا نه جنګیږي او په مقابل کې وژل کیږي، شهیدانیږي، دا به ورته لوی افتخار وي که په سرحد کې مخامخ د پاکستاني ځواکونو سره وژل شي، ځکه دوی وایي چې موږ امکانات یا ثقیله سلاح نه لرو. تاسې ګورئ، ما خو پیشتر دلته ویلی چې لیډرشپ ډېر زیات ارزښت لري په اداره کې، ډېر زیات ارزښت لري. زه درته وایم چې که څوک د خپلې خاورې په مقابل کې وژل کیږي، دا د ده دپاره نه، د ده د نسل دپاره هم افتخار ده، د ده د آینده، د ټول له ده نه چې پاتې کیږي، د ده د اولاد، د ده مسیانو کلوسیانو افتخار ده. زه په دې عقیده یم، شخصا په دې عقیده یم، که نه؟ خو هر نفر زموږ په سرحد کې، هر څوک چې ده، که دا اردو ده، که دا پولیس سرحدي ده یا پولیس عادي ده، بله، د پاکستان په مقابل کې هیڅ نوع حوصله باید ونه کړه، ولو چې دسکه یو تفنګچه هم وي، ولو چې دسکه یو تفنګچه هم وي. د حوصله د دښمن په مقابل کې بیا د دا شیطان، تا پاکستان د لوی شیطان وړکی زوی ده، داسې د تا ګوره، دلته سپینګیري د تا وزل کیږي، دلته ناموس تا بې عزته کیږي، ښځې بې عزته کیږي، اطفال بې عزته کیږي، اقسام د ظلمونه په دې وطن کې کیږي اقسام، ولې ته پکې چوپ پاتې کیږي؟ بیا هغه دا معنا لري چې ته اجیر یې، ته نور سپایي نه یې، ته نور نظامي نه یې، ته نور اجیر یې. مننه کوم جنرال صاحب. په هیڅ صورت باید چوپ پاتې نه سي، په هیڅ صورت. او موږ او تاسې هم په دغه میډیا کې هم په چوپ پاتې نه سو. پاکستان د لوی شیطان وړکی زوی ده، د افغانستان اساسي دښمن ده، د دښمن په مقابل کې هیڅ نوع حوصله یا هر نوع حوصله خیانت. مننه کوم. ناصری صاحب، په یک موضوع دیگه که یکی از اهداف سفر مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان به افغانستان گفته میشه که دعوت رئیس جمهور افغانستان است به پاکستان که امو دعوتنامه را آورده. فکر میکنید که رئیس جمهور افغانستان اگر خواسته باشد این دعوتشان را رد کنه، بگه تا زمانی که راکت پرانگانیشان بالای کنر بند نشده به هیچ وجه به پاکستان سفر نخواهد کرد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم و سلام احترام خدمت جناب عالی و همکاران محترم تکنیکی در شبکه و بینندگان محترم و همینطوری جنرال صاحب و برادر محترم جناب آقای کلکانی، وکیلی محترم ما در اولسی جرگه کشور. ببینین، رئیس جمهور محترم افغانستان به عنوان رئیس جمهور مطابق ماده 64 قانون اساسی ك
بلکه آشکاراترین وظایف ها و صلاحیت هایی که به او واگذار شده به عنوان لیدرشپ و شخصیتی اولویت در رأس نظام و به عنوان رئیس تا قوه و دولت جمهوری اسلامی افغانستان یک چیز بسیار مشخص است. یکی از صلاحیت هایشی هم در اونجا تسجیل شده و همینطوری در سوگندنامه بله که به اصطلاح قانونی اساسی بود، حفظ تمامیت ارضی و مطابقت از دین مقدم، اینها ارزش هایی است که برای یک رئیس جمهور از طرف ملت افغانستان و مردم افغانستان که حاکمیت ملی مطابق با ماده 4 قانون اساسی متعلق به ملت افغانستان است، خب ایراد داده. مسئله دوم، ما فراموش نکنیم همونطوری که جنرال صاحب امر خیلی اشاره کرد، نکته بسیار اساسی بود، هم بر مبنای اخلاق، هم بر مبنای دین، هم بر مبنای شریعت، هم بر مبنای قانون اساسی، خاک نوامیس انسان است. بزرگترین فیلسوفان عالم، امام صاحب فخر رازی و بقیه هم گفتن، هم در تفسیرشان و هم در بحث های مقوله های فلسفی و موضوعاتشان، که حب الوطن من الایمان، کسی که عشق و علاقه به وطن خود نداشته باشد در حقیقت ایمان نداره. بله. مسئله سوم، او عبارت عزیز تعهد و الزاماتی که به ملت سپرده شده و سوگندنامه یاد کرده، هر سه تا از دست به دست همدیگر میده. او عبارت عزیز که واقعا مسئولیت کسی که به نام رئیس جمهور محترم افغانستان سوگند خورده، او وقت اهمیت موضوع به اینجا کشانده میشه که الا ولا بود باید او حیثیت ملی افغانستان و عزت و شرف افغانستان و نمو یک قد خاک به نام کنره، به نام نورستان، متعلق به همه مردم افغانستانه، در حقیقت هر گلوله توبی که از خاک پاکستان، از طرف از سرزمین پاکستان یا از طرف نظامی های پاکستان شلیک میشه یا غیر پاکستان یک وقت دیگر کشور دیگر، به هر قطعه و وجب وجب بلخط در هر سنگ و کوه و برزن و اشجار و درخت و دیزهات و قصبات افغانستان اصابت بکنه، در حقیقت به نوامیس ملی افغانستان اصابت کرده. او وقت ای بر میگرده به ای که مطابق با مکلفیت ها و الزاماتی که رئیس جمهور محترم افغانستان مطابق با چارچوب قانون اساسی و سوگندنامه به مردم افغانستان سپرده، چه رقم تعهد خود را عملی میکنه. مسئله بسیار آشکاراست. شما ببینید وقاحت در کجاست. بله. پاکستانی ها واقعا خجالت هم نمیکشن. تناقض بین گفتار و عمل از زمین تا آسمانه. از این طرف دعوتنامه میاره، از اون طرف دیگه در روز مراسم تألیف صدر اعظم پاکستان شرکت میکنه، رئیس جمهورشان هم رئیس جمهور پاکستان شرکت میکنه، و از طرف دیگه دعوتنامه میاره، یعنی که ما دوست شما هستیم، برادر شما هستیم، بالاخره چی در کنار یا شما هستیم، با هم دیگر تشریک مساعی داریم و امثال ذلک از این موضوعات. درسته. و از طرف دیگر شما ببینید وقاحت مرتب به سرزمین و قلمرو و جغرافیای ارضی و تمامیت ارضی افغانستان تجاوز میکنه. یا آشکارترین تجاوز است. برمیگرده به رئیس جمهور محترم افغانستان و اینو با این الله میزبه که غیرت را در نظر گرفته، شجاعت در نظر گرفته، حیثیت ملی یعنی در نظر فکر گرفته. یعنی فکر میکنید همین سوالی که من داشتم که میتونم بگویم که نمیپذیرم دعوت نمیکنم. بله، از همین دروازه اقامت بگه تشکر از دعوتتان، اما ما به دعوت شما صداقتمندی نمیبینیم، در عملکرد شما صداقت نمیبینیم. ناصر صاحب، یک سوال دیگه گفته بشه، یکی از کسانی که مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان سرتاج عزیز با او دیدار گفتگو خواهد کرد، رئیس اجرایی مشاور امنیت ملی افغانستان و وزیر خارجه افغانستان خواهد بود. گفته میشد که شاید با رئیس جمهور هم دیدار داشته باشد. فکر میکنید که اگر امتیان بزرگ به مشاور امنیت ملی افغانستان و به خصوص رئیس اجرایی افغانستان باشد، چون زمانی که در اپوزیسیون بود یک انتقاد بزرگ از اینا بالای رئیس جمهور پیشین افغانستان آقای حامد کرزی همی بود که سیاست واضحی در مقابل پاکستان ندارد، فکر میکنید که حالا یک امتحان است که چگونه با این نماینده پاکستان اینا گفتگو میکنن و با اونا صحبت میکنن؟ ببین، ما در یک نظام به سر میبریم. بله. مهره هایی که به عنوان احراز مسئولیت آمده، پست های سیاسی و مقامات و پوزیشن های سیاسی که در حقیقت هر کدامش حیثیت افغانستان یدک میکشه، وزیر خارجهشی، مشاور محترم به اصطلاح امنیت ملی و امثال ذلک، یا رئیس محترم اجرایی، هر کدام از اینا در چارچوب یک نظام مکلفیت داره که از این خاک دفاع بکنه، چنانچه بالاخره به هر قانون اساسی بسیار واضح و آشکارا گفته که دفاع
از وطن مسئولیت هر یک از به اصطلاح اتباعی افغانستان است. وقت اینها رهبران با عنوان رهبران و اداره کننده نظام و کسانی که به اصطلاح با مردم تعهد برده، هر کدامشان باید یک صدا با هم دیگر بشنن، واقعا به این موزل پایان بدن و یک سیاست واحد اتخاذ بکنه. کار نکنه که دنبال یزی باشه که پاکستانی ها شیطنت ایجاد بکنه، بیاره یک بخش حکومت به اصطلاح با عنوان دیدار و ملاقات به او امتیاز رسانه‌ای درست بکنه و یک بخش دیگر تحت تاثیر قرار بده. ما تا وقتی که متحد نشیم، رئیس جمهور محترم افغانستان با رئیس محترم شورای به اصطلاح اجراییه از این مملکت دکتر صاحب عبدالله، وقتی اینا عزت و شرف خواهد داشتن که متحدانه در این گونه قضایای در تمام قضایا مخصوصا در این گونه قضایاهایی که حیثیت ملی افغانستان را ترسیم میکنه، باید اینا متحد باشه و زبان واحد و از بلندگوی واحد و از پلتفرم واحد باید صدا بکنه. یک سوال دیگه، چیزی را که پیشتر کلکانی صاحب اشاره کردن، گفتن که پاکستان در خفا در مورد افغانستان مداخله میکنه، آیا شما با این موافق هستین که در خفا مداخله میکنه یا مداخله پاکستان حالا آشکاراست؟ خب چیزی که برادر محترم جناب آقای کلکانی اشاره کردن، منظورش این رقم بودن که به اصطلاح مداخله پاکستانی ها هیچ گونه آشکارایت ندار، این رقم نیست. یعنی چی؟ یعنی همین تناقض، منظورشون همین، اگر من غلط نفهمیده باشم، همین تناقضی که من خدمت شما بیان کردم که در عمل کار میکنه و در شعار چیز دیگر رو انجام میده. اما فکر نمیکنید مداخله پاکستان شاید حالا آشکارا باشه؟ چند مثال، سران طالبان یا مخالفین در پاکستان با موترهای بدون پلید گشت و گذار میکنن، خانه هایشان تثبیت است که در کجا زندگی میکنن، آیا مداخله آشکار نیست؟ دوم، زمانی که از تورخم، از بندر تورخم میگذری، ترازوی پاکستان است، موادی را که تاجران افغان انتقال میتن، دموج نماینده طالب نشسته، سنگی را یا مواد دیگری را که تاجر انتقال میده، عین پولی را که به حکومت پاکستان میپردازه، اونا خودشان هم میار دارن، نماینده طالب اونم اونجا پول میگیره. اگر باور ندارن، امنیت ملی افغانستان، حکومت افغانستان با کامرا و نماینده خود روان کنند، ببینن اونجا نماینده طالب نشسته، راکت پراگنی میکنه آشکار، نظامیان پاکستان به کلگی معلوم است. مدارسی که در اونجا به جای از اینکه طالب تدریس شوه، اونجا جنگجو تربیت میشه، به افغانستان روان میشه، از اینکه دیگر آشکارا چی گونه مداخله خواهد بود؟ خب یا آشکاراترین مداخلات مواردی که جناب عالی نام بردین با صحبت هایی که کلکانی صاحب بیان کردن و توضیح دادن، هیچ گونه در تناقض نیست. شما موارد جزئی را نام میبرین، به این دلیل اینی مورد، این مورد، این مورد، این مورد، ما این یک واقعیت است که پاکستان در قبال افغانستان همیشه مداخله کرده، مداخلاتش جنگ نیابتی را راه انداخته در داخل افغانستان و مواردی را که شما نام بردین یا آشکاراترین موارد است. اما برمیگرده به این طرف، دیگه هیچ گونه تحلیل نمیخواد، هیچ گونه بررسی و تعامل به اصطلاح دقت عمق نظرم لازم نداره که ما بنشینیم فکر بکنیم که آیا پاکستان واقعا یعنی کار کرده یا نکرده، مداخله کرده یا نکرده، یعنی کاری که کرده تو بزده آیا عمدی بوده یا سهوی بوده، اینا هیچ گونه جای تجزیه و تحلیل نیست. فقط برمیگرده به موضع گیری از اینکه چه رقم از خاک مسئولین محترم که در رأس نظام قرار داره، حکومت فعلی جدید، رئیس جمهور و رئیس محترم اجرائیه چه رقم میتونه واقعا از حیثیت ملی و ناموس ملی ما دفاع. تشکر، ان شاء الله برمیگردم. کلکانی صاحب، گفته میشه در تمام دنیا یک اصل است، زمانی که دو کشور عملا داخل جنگ هم میباشند، زمانی که به کشور مقابل خود سفر میکنن، به عنوان حسن نیت بعضی مسائل انجام میتن. اگر جنگ باشه جنگ توقف میکنه، یا بعضی اسیرای جنگی اگه پیشوان باشه او اسیرای جنگی را رها میکنن، یا بعضی مسائل دیگر انجام میتن. حالا سوال ما اینجاست که پاکستان یک کشور یا نظامیاش یا حکومتش بسیار بی‌شرم هستن، یا که حکومت و مردم افغانستان بسیار ساده فکر کردن که هم سفر میکنن و به شبش 50 راکت بالای یک ولایت از اون کشور فایر میکنن، قریه را میسوزانن، مردم از مجروح میسازن و مسائل دیگه. ما باور می است، اولا خب دو سوال قبلی یک تذکر بتم که هدف ما از مداخله پنهانی به این معنا که برای جامعه جهانی، برای مردم افغانستان، برای سازمان ملل متحد، پاکستانی ها انکار میکنن که ما مداخله نمیکنیم، این پنهان میکنن و شما شاهد هستین، کل ملت افغانستان شاهد است، جهانیان شاهد است که توریست او طرف خط دیورند، تربیه میشه، تجهیز میشه، تنبیل میشه و به افغانستان صادر میشه. این اونا پنهان میگن ولی مداخلهشان آشکار است، واضح است، روشن است. اما فکر میکنید که جامعه جهانی از او پنهان باشه؟ امیال فضای هوایی ما در دست جامعه جهانی است کنترلش. زمانی که ما میدانیم که پاکستان مداخله میکنه،
کی از کجا میای، از کجا فایر میشه و چی انجام میشه؟ آیا اونا نمیدونن که اون مسئله اونا میدونن؟ مشکل اصلی ما بله. این بحث یک ذره بحث طویل است. اگر به این بحث بریم ممکن وقت زیاد در بر بگیره. بزرگترین مثالش ما امیر خلاص شدن اسامه بن لادن در بتابات. خلاص برات بله. میگم خلاص در مورد از این میگم که ما متاسفانه در مدت 13 سال دولت افغانستان مدیریت سیاسی لازمه نداشت، یعنی ضعف مدیریت سیاسی افغانستان بود که پاکستانی ها آنقدر بی‌شرمانه و آشکارا مداخله کردند که به گفته شما و ما هم میبینیم که این امو مراعات اصول دیپلماتیک هم اونا مراعات نمیکنن و وقتی که سفر میکنن به افغانستان سفر خود کتتوب هایی که توسط نظامی هایشان فیر میشه به خاک افغانستان بدرقه میکنن. این نهایت بیشرمی و بیحیایی دولت پاکستان نشان میده و برملا میسازه. و از یک طرف ضعف مدیریت سیاسی ما، عدم مراعات اصول دیپلماتیک که ما باید در نظر بگیریم. بله. این ما باور می بود که اگر دولت افغانستان با آمدن دولت جدید باید در ابتدا ختمش سیاسی روابط خارجی خود رئیس جمهور افغانستان به شکل واضح و روشن اعلان میکرد و خطوط اساسی دولت افغانستان که با وجود که تایید پارلمان میخواهد ولی رئیس جمهور افغانستان باید به شکل آشکاری را اعلان میکرد تا پاکستانی ها میدانستند که دولت جدید افغانستان در قبال قضیه مداخله پاکستان موضع این چنینی داره. ولی متاسفانه دولت افغانستان به شکل سلف خود در قضایای روابط افغانستان و پاکستان هنوز هم در حالت ابهام و در حالت گنگ به سر میبره. بله. بنابراین چیزی را که شما اشاره کردین که باید پالیسی خود در مقابل پاکستان واضح و آشکارا اعلان میکرد و به پارلمان هم روان میشد که رای میگرفت. فکر نمیکنید به حرف شما هم باور دارین که جواسیس پاکستان است در رده های بلند و حکومت وجود داره؟ بارها شما هم اشاره کردین که هستن. تا زمانی که اونا سرکوب نشن، دستشان کوتاه نشه، هیچ پالیسی در مقابل پاکستان نتیجه نخواهد داد. ما باور می است که ملت افغانستان در قضیه پاکستان متحد هستن. این در ملت افغانستان هیچ کدام مشکلی وجود نداره. ملت افغانستان چنان که در مقابل روسا، در مقابل انگلیس ها، در مقابل تماما تجاوزات جنگیدین، در مقابل پاکستانی ها هم می جنگن و هم وحدت نظر دارن. یک تعداد انگشت شمار جواسیس پاکستان که در دستگاه حکومتی و در جامعه افغانستان موجود هستند در مقابل تصامیم ملت و رئیس جمهور و دولت افغانستان اگر تصمیم بگیره اونا چیزی کرده نمیتونن. منتها ضرورت به این است که باید دولت افغانستان واقعا یک موقف شفاف و واضح باید بگیره و سیاست روابط خارجی خود با کشورهای همسایه، با کشورهای منطقه و با کشورهای جهان ایره واضح و آشکار و واضح بیان بکنه و ایره ترسیم بکنه. ما باور ما این است که پاکستانی ها از آخرین امکانات خود استفاده میکنن به خاطر اغوا کردن مردم ما، به خاطر فریب دادن مردم ما، به خاطر فریب دادن دولت افغانستان، به خاطر درز اندازی در بین ملت افغانستان. شما میبینین که همیشه صداهای تبعیض نژادی، تبعیض لسانی، تبعیض سمتی و امثال از این زبان پاکستانی ها در قضایای افغانستان میبره. یعنی اونا با هر شیوه که میخواین و بر شیوه میخواین که در داخل افغانستان، در بین ملت افغانستان، در بین حکومت افغانستان، در بین جامعه افغانستان تفرقه بیفکنن و از موقع استفاده بکنن. حال ضرورت به این بود که جناب دکتر صاحب اشرف غنی احمدزی با پالیسی هایی که فعلا از ایشان ادامه داره یک واقعا یک حرکت خوبی رو برای انداخته در جهت مبارزه با فساد، اصلاح اداره با امثال ازی. در سیاست روابط خارجی افغانستان هم باید رئیس جمهور تصامیم واضح و آشکار اتخاذ میکرد که تا مردم افغانستان در قضایای روابط خارجی هم از ختمش دولت افغانستان مطلع و آگاه میشدن. جنرال صاحب چه فکر کوئی چی
کله چې ډیپلوماټیک اړیکی یا خبری یا هیواد سره نتیجه نه ورکی یا په خاص توګه پاکستان سره نتیجه نه ورکوي، آیا د افغانستان نظامی سکتور هم کولی شي چې د پاکستان نظامی سکتور سره خبری وکړي، مخامخ سره کینی په دې مسایلو باندې چې په کوم دلایلو باندې دوی راکټي بریدونه کوي، ولې کوي، کوم اسناد او شواهد دوی لري چې دوی ته قناعت ورکړي چې دوی بریدونه کوي؟ کدی تاسو په دې و درس مراتبه درې اړخیزه جلسې په همدغه موضوعګانو کې، بله، د پاکستان او د افغانستان د دغه کړکیچ په دغه کې کېږي. اما تر اوسه پورې زموږ نظامیان چې هلته تللي یا هر څوک چې هلته تللي، کوم شی چې هلته خبرې سوي د ملت هغه نه دي ښکاره سوي. زه خو تر اوسه نه یم پوه سوی چې دوی په څه موضوعګانو غږېدلي دي، ولې و درس مراتبې دا جلسې سوي دي. اوس ویل کېږي چې مشترک کمیسون شته، خو اجازه راکړئ که نه، دا خو کینی کنه خبرې کوي، نظامیانو سره خبرې کوي. نو که چیرته زمونږ دغه پالیسی به ډیره واضح وای او پس له هرې جلسې نه زمونږ نظامیانو ټولې میډیا ته ویلي چې دغه خبرې د موږ مابین کې وسوي او دغه تصامیم ونیول سو، نو موږ به نن فکر کوو چې دا نتیجه لري او څه شته. نظامیان په خپل سر د چا سره نه سي کېناستی، دا قانون هم نه ده په خپل سر کړه، ځکه چې هغه خو د دولت یو آله ده، نظامی دی دولت آله ده، بیل اجازه دی دولت ها خوش اثر نسی که نسته، ولی چی شی چه کولی سی اغا چی دی؟ اغا دقا دی چه حق زایی که چه دوی وظایف دی که چیر تا خارجی حمله پا دوی باندی کی گی خوا دی راکتی خوا دی اوال تری خوا دی دوی اکس العمل ورخی او جدی ورخی دی لند مثال تا سی دا یافته دا دری چلو رزی مخی پا کشمیر که ولیده چه کنه؟ چې د دواړو مملکتو د پوستو په مابین کې جګړې وسوې، خلک هم پکې مړه سوې، دغه هم لاړه. دا کار د نظامیانو ده، دا د دوی حق ده، دې کې بیا دوی ته هیڅوک څه نسي ویلی، دا د دوی حق ده. ولې خبره اصلي دلته ده چې زه فکر کوم چې کله چې رئیس جمهور اوله ورځ لوړه کوله، هغه دا د خپل خارجي سیاست چې طرحه کړې یو هم دفاع د افغانستان وه، هلته ډېره واضح ویلې، زه ناست وم ما واورید. خو اوس خبره په دې کې ده چې دا سړی یو سیاسي سړی دلته راغلی ده او د دې سره غږېږي، خو خامخا باید خامخا ضرورت ده چې په دغه موقع کې کله چې ملاقات کېږي، که چېرته رئیس د شورای اجرایي یا شورای وزیرانو وای، دوی هم باید مطرح کړی وای دا نننی راکټونه انتظار مو بسو کې دیشي ماتراشي زه وایم کنه باید مقابل کې څه دغه رئیس دی امنیت ملي هم به سره مطرح کا او رئیس جمهور هم سره مطرح کا. اوس ګوره دی د شیطانی خبره کړی ده، کړی ده مطرح سوی ده، خبره مطرح سوی ده، د دوی د ډاکټر عبد الله په بانک کې مطرح سوی ده نن. هو اما هغه په جواب کې چی ویلی دی؟ وای تر اوسه زه خبر نه یم چې دا د موږ نظامیان ولي، ما درته وویل چې دا د شیطان وړکی زوی ده، ډېر شریر او شریر، خو د شیطان په دغه کتابو کې چې راغلي او وړکی زوی ډېر شریر دی تر ټولو نه. ده په جواب کې ویلي دي چې زه به دا پوښتنه وکړم چې آیا دا د موږ نظامیان ولي که نور څوک دي، او د دې تر شا نورې خبرې هم شته. دا خبره ده کړې ده کنه، یعنی څلور کاله وروسته دوی وایي چې موږ خبر نه یو چې دا برید څوک دی، خبره دا ده کنه سرحد کې پرته زموږ د پوځیانو نه وایي توپونه لري د کوچې اسنې چپ خو د میزنه کې یا خپل تیر راوړي. ما بیا درته ویل چې یعنی دوی تر اوسه پورې داسې فکر کوي چې دا د افغانستان سیاستمداران نسبت دوی ته ډېر واړه دي، وړکی فکر لري، ځکه چې موږ په دا ټول د دونه عمر کې پاکستان دویم کور ګڼلی ده ډیر زیاتم، که ده هر څه کړي دي موږ ورته بیا هم حوصله کړې ده، موږ بیا هم گذشت کړی ده په هر څه کوم چې کړی، نو د دې موقع نه دوی ډېره استفاده کړې ده ډېره تر دانه. زه دې خبرې ته چې سړی وګوري، نو سړي ته یو رقم خندا ورځي چې یو سړی چې یو وخت کې وزیر خارجي د پاکستان و او په ټولو قضایاو کې دی دخیل و او اوس هم دخیل ده، بیا د امنیتي ملي مشاور ده دی او دی تر اوسه خبر نه ده
سیدارا کیچون او دا یو کنده درې کال کېږي سیدارا کیچون راځي څلور کال خو خیر یو به ما کم کړی دی پاکستان لیاز مې وکړ څلور کال کېږي څلور کال کېږي نو خبره دا ده چې دلته ډیر ضرور ده او ډیر په موقع ده چې کله کله دلته نیوکه کېږي ناتو یا امریکا باندې چې په دې اړخ باندې د افغانستان حکومت یا خلکو سره مرسته نه کوي اما څو کاله مخکې کله چې د پاکستان یو پوسټه په مومنج جیڅ کې د ناتو ځواکونو لخوانه تر برید لاندې راغله او څو پوځیان یې وژل شو هلته ویل کېده چې دوی ډزې کړي وو ناتو ځواکونو باندې چلته بیا په هغه وخت کې سرحدي قومندان هلته په دې باندې متهم شو چې غلط رپورټ ورکړی دی اما د افغانستان حکومت د دې په ځای چې خپل قومندان تقدیر کړی وای حمایت کړی وای هغه دغه سیمې نه بدل کړ فکر نه کوي چې اوس پوځیان جرأت نه کوي چې د پاکستان په مقابل کې عکس العمل ښکاره کړي ډارېږي چې عین سرنوشت سره مخامخ نشي زه کله کله سي وایم موږ ځنه پیږم چې موږ پاکستان ته ولې دان پراو یاست دغه خبره ماته نه ده معلومه یعنې د پاکستان چې هر څه وکړه چې هر څه وکړي کنه که هر شی له موږ نه وغواړیم کوی او که هر څه وي ورسره کوي زه د خبره باندې تر اوسه نه یم پوه سوی یعنې دغه د موږ ګذشت د پاکستان په مقابل کې څه شی ده ډېری خلک دا وایي چې موږ دونه سلا نه لرو زه یې منم چې موږ دونه سلا نه لرو ولې موږ نورې لارې هم لرو په دنیا کې ډېر مملکتونه دي چې په څنګ کې ډېر یو قوي مملکت پروت ده ولې هغه تعرض نه سي پې کولی یا په مثال په اسرائیل او فلسطین ورکولای شو ولې چې فلسطین ودرېږي نو اسرائیل به ټول ونیسي او لمنځه به ویسي خیر وسي نه هغه خو لا پرېده کیوبا دونه کاک ده دونه او څنګه لوی امریکا پروت ده لوی امریکا هغه امریکا چې دای په دنیا کې د ټولې دنیا جاندارم ده مګر نږدې هم نسي ورته کتای لپاره دې چې دغه خلک واحد دي دغه مفکره واحده ده بله دغه د خدمت وطن ته واحد ده هغه د پدې فکر نه چې موږ چوکي په مقابل کې وجنګیږو د خپل وطن په مقابل کې زه وایم تر هغه وخته پورې چې پاکستان ډېر محکم سوک ونه خوري او ډېر قوي ضربه ونه خوري لطانه لاس نه خوري مننه جنرال صاحب هر وخت چې پاکستان قوي زه ما درته ویل نورې لارې هم ستا پیشتر مې درته ویلې لار باندې راځم ته باندې بیا بس کوم مشخص پیشنهاد مو څه دی نو سړي ته بیا چیز دیګه کې امي مشاور امنیت ملي صدر اعظم پاکستان قبلا هم به اشاره کرده بود گفته بود اگر حکومت افغانستان خواسته باشه ما میتونیم که طالبان را به گفتگو حاضر بسازیم و ما با طالبان در تماس هم هستیم سوال ما اینجاست که اگر پاکستان این کار انجام هم بدهد آیا جنگ در افغانستان ختم خواهد شد؟ آیا طالبان واقعا حاضر به گفتگو خواهد شدن؟ آیا جنگ واقعا از سوی طالبان را اندازی شده و پیش می رود؟ گپ بسیار پیچیده است جناب آقای بختیار بیاین تشنج و بحرانی که فعلا توسط پاکستانی ها در داخل افغانستان در قلمرو افغانستان در آباد مختلفی جریان داره این معلول یک علت است زمامداران افغانستان عزتمندانه عمیق بیندیشند و بیارن قضیه و بحران را ریشه‌ای حل بکنه یعنی به علت هایش بپردازه که تا هنوز به او پرداخته نشده دو تا موضوع مهم بله در بین پاکستان نسبت به افغانستان و بالعکس وجود دارد یک رابطه بسیار دراز مدت و دوستانه و حسنه فی ما بین دولت ها در گذشته و امروز بین افغانستان و نظام افغانستان و بین کشور هند و از طرف دیگر مورد منازعه بودن کشمیر فی ما بین پاکستان و هندوستان این یک موضوع موضوع دوم موضوع تاریخی قضیه خط دیورن تا هنوز از نگاه پاکستان او ما و شما فراموش نکرده باشیم سفیر گذشته یعنی سابق پاکستان در افغانستان گفت که پاکستانیا و حکومت پاکستان نسبت به قلمرو سرخط به اصطلاح دیورن هیچ گونه نگرانی نداره به خاطر اینکه واسه قضیه حل شده او را میدانند پاکستانیا پس بنابراین باید بر بگردیم بیاین عاقلانه ترین رایش از لحاظ سیاسی او عبارت عزیز که واقعا این مال فرا رسیده و زمان آن زمان که باید به او پرداخته شد و حکومت کنونی فعلا توانایی علمی را داره کادری را داره و دستش بازه و از لحاظ متعدد روابطش نسبت به
حکومت محترم رئیس محترم جمهور قبلی جناب آقای کرزی بیشتر باز است و بالاخره میتونه در ملل متحد و شورای امنیت یک قضیه را پیشکش بکنه و قضیه را ریشه‌ای حل بکنه. تا ما آدمی که با قضیه خط دیورن حکومت افغانستان با پاکستان به عنوان پایان حل منازعه اساسی و ریشه‌ای نپرداخته، این طرف ادعای تمامیت ارضی اونجا را داره، اون طرف پاکستان ها میگه از ما هستن، به این بحران با کمال تاسف هر میگه ممکن شدت ضعف پیدا بکنه، یک مدت زمان متوقف شوه، اما هرگز پاکستانی ها کوتاه نخواهند و با بلخ یک سوال دیگه، اگر طالبا یا مخالفین به دو بخش تقسیم کنیم، یکی گفته میشه همیشه اشاره شده که طالبا ناراضی است که بالایشان ظلم و ستم صورت گرفته است باز سوی بعض مقامات حکومتی که مجبور به این شدن که سلاح را بگیرن، او بخشش اگه جدا بانیم، بخش دومش همیشه اشاره شده که به اشاره آیسای در افغانستان می جنگن، اما بخشی که به اشاره آیسای می جنگن و طبعا پاکستان یا آیسای بالای از اون نفوذ داره، او طالب چرا اول حاضر به گفتگو شوه و فکر میکنید که حاضر خواهد شد که گفتگو کنه و صلح کنه در افغانستان؟ اساسا جنگ در افغانستان که جریان داره، دهشت افغانی که جریان داره، یک جنگ نیابتی است. تا مادامی که قضایای به اصطلاح مورد منازعه فی ما بین پاکستان و افغانستان حل ریشه‌ای و اساسی حل نشده، هرگز این قضایا پایان داده نمیشه و هرگز پاکستانی ها اجازه نخواهد داد به اون مزدورانشان که به جنگ نیابتی ادامه میدن اونا حاضر شه بیای با حکومت و نظامی افغانستان وارد مذاکره شود و به بحران پایان داده شود. هرگز امکان نداره یک همچین. چرا؟ به خاطر از اینکه علت ها رو وقتی شما ارزیابی میکنین، وقت بالاخره علت ها برمیگرده به همون علت ها. پس بنابراین علت وقتی که شما عزم نکنین، ریشه یابی نکنین و به او پایان ندین، معلول های ادامه پیدا میکنه. بحث جنبندی میکنیم کلکانی صاحب، اول به شما میگم که بعضی کارشناسا یا مردم به با باور هستند که ایجاد پروژه های اقتصادی مشترک میان افغانستان و پاکستان میتونه که کمک کنه که تا پاکستان از مداخلاتش در بعضی مسائل بخصوص در نامنی یا ایجاد نامنی دست بکشد. فکر میکنید که واقعا تاثیرگذار خواهد بود؟ اولا خب دولت افغانستان باید تشخیص بکنه که پاکستانی در مداخله در افغانستان چی را میخواهند از افغانستان. آیا مشکل خط دیورند است؟ آیا مشکل یک نظام تحت الحمایه پاکستان در افغانستان میخواهند؟ آیا اونا یک افغانستانی که در مقابل هند اگر پاکستان جنگ بکنه یک گراچه باشه برشان؟ باید دولت مردان و سیاست مداران افغانستان این تشخیص بتن که پاکستانی ها در قضیه مداخله در افغانستان اینا از افغانستان چی میخواهند؟ مطابق با خواست از اونا باز افغانستان میتونه که تصامیم اتخاذ بکنه. یک چیز کلکانی صاحب که رئیس جمهور کرزی سفر زیاد خودش هم اشاره کرد با پاکستان داشت. بله. اما 14 سالی نگفت که پاکستان از افغانستان چی میخواد. در مراسم خدافیزی خود با اعضای حکومت گفت که پاکستان موضوع خط دیورن پیشکش کرده. اما بارها با مقامات پاکستانی، سیاستمدارای پاکستانی که ما من هست یک ژورنالیست گفتگو کردیم، دیدار داشتیم، اونا از موضوع خط دیورن هیچ گونه ایراد ندارند. اصلا اونا باور می است در موضوعی که بسیار زیاد حساس است، اونا میخوان از اون طرفه برن، اینه به این مانا که از گوشش تیر شوند. اینه قضیه را نمیخوان که داغ بسازن پیش از اونا و اما طور جلوه میتن که مسائل خط دیورن حل شده است. اینه خط دیورن از پاکستان است. اونا به خاطر از اینکه در این قضیه افغانستان زیاد دست بالا نداشته باشه، این قضیه را مانده به قضایای دیگه میرن که مسئله آب از در افغانستان، مسائل مشکلات. بزرگترین نگرانی که بعضی سیاستمدارای پاکستان یا مقامات پاکستانی را ابراز میکنن، نفوذ هند در افغانستان اشاره میکنن و اونا میگن که مناطق قبایلی و بلوچستان هند زیاد سرمایه گذاری میکنه، پول میته، حتی مسائل کنه را بعضی از سیاستمداراش بیان کرده بودند که نظامیان هندی آمدن در اونجا جا بجا شدن و اونا نگرانی زیادشان از نفوذ هند در افغانستان. اصلا این هم همش بهانه است برای پاکستان. افغانستان در طول تاریخ یک دولت مستقل بوده است و وجود سیاسی در قلمرو یا در جغرافیای جهان افغانستان داشته است. بله. پاکستان عمر 60 سال نمیشه، ولی افغانستان
تاریخ بیشتر از بیشتر از 90 سال آزادیش میشه 90 سال از آزادیش میشه و تاریخ بیشتر از 3000 سال داره افغانستان در این خطه که عبارت از آسیا هست. اما این بعد نظامی های پاکستان و سیاست مدارای پاکستان و سیاسیونش درک بکنه که ما ملتی هستیم، مردم افغانستان ملتی هست که ریشه در امعاق تاریخ داره. ولی پاکستانی ها ما یک باور ممی است که بمی که مداخله زیاد میکنن به خاطر از اینکه افغانستان قوی باعث شکننده شدن پاکستان میشه، یعنی به این معنا که پاکستانی ها زیادتر نسبت به افغانستان شکننده تر هستند در قضایای ملی خود، در قضایای قومی، مسائل زبانی، مسائل یعنی فعلا هم مشکلات های فراوان دارن. این افغانستان به او اندازه مشکل پرابلم یا معضله نداره، ولی پاکستانی ها به خاطر از اینکه مردم خود را مصروف بسازن و یک افغانستان ضعیف در پالوی خود داشته باشن، یک افغانستانی که گراج باشه برشان داشته باشن، یک افغانستانی که تحت حمایتشان باشه باید داشته باشن، یک افغانستانی که بازار مصرفی برای امتعای تولیدیشان داشته باشه، در افغانستان این پالیسی رو بازی میکنن. حال برای سیاسیون افغانستان، برای دولت مردان افغانستان ضرور به این است که در مقابل پالیسی های پاکستان مواضع عاقلانه واضح و روشن بگیرن و تا این شیطانت گفته عمر خیلی صاحب شیطانت از اینا بر همه جهانیان برملا شود. ما بسیار فرصت ها را داشتیم و بسیار فرصت ها را از دست دادیم. همین وقتی که اسامه بن لادن در پاکستان کشته میشه، همین وقتی که نظامی های امریکایی میزنن پاکستانی ها را، همین وقتی که پاکستانی ها در جامعه جهانی به انزوا میرن، همین وقتی که پاکستانی ها من حیث یک کشور تولید کننده توریسم در جهان معرفی میشن، این مواقع بود است که دولت افغانستان متاسفانه از دست داد که در اون وقت میتونست که ما افغانستان پاکستان به یک کنج بکشانیم و تماما مسائلی که پاکستان در افغانستان میخواه برعکسش در مقابل از اونا از این سیاست استفاده بکنیم. برعکس با سیاست مدارای پاکستان باز باور هستن که رئیس جمهور پیشین افغانستان میگن سیاست را بازی کرد که ما را در جهان زیاد بدنام ساخت. میگه چیزی که بدان میگه و در عمل چیز نبود. ما به این باور نیستم به خاطر از اینکه خب این باور از اوناست، باور از اونا به این ممکن یک نوع چیز باشه، اخفال باشه، یا شاید توقع بیشتر داشتن و یا ما رو بخواهن یا ملت افغانستان اخفال بکنن. ولی بزرگترین خدمت برای پاکستانیا دولت سابقه افغانستان کرد که متاسفانه از مواقع خوبتره که به نفع افغانستان بود استفاده درست کرده نتونست و ضعف مدیریت داشت و متاسفانه مشکل به حقیقت. تشکر کلکانی صاحب. جنرال صاحب یو پل پختنه چی په نظامی لحاظ باندې آیا موږ دومره وړتیا نه درلوده چې دغه جګړه چې اشاره کیږي چې د سرحد لا غاړې نه تمویلیږي او مخالفین کوم ځینې راځي چې دا جګړه مو محدوده کړې وای د افغانستان له نورو سیمو څخه سرحدات ته مو وړی وای؟ هر کار ممکن ده، بله، اما په یو صحیح اداره باندې هر کار ممکن، یعنی که پالیسی او طرح وجود کنه که دیش دا جګړه د نور سیمو څخه ټوله شي اما غي وات سره دا تر کشي. زه تاسو ته خبره کوم چې جنگ په شي وړ کیږي، دا موږ وایو چې جنگ لو کنه تنه په سلام نه وړ کیږي، ته ته وایې تنه سلام لر جنگ په خه مورال باندې وړ کیږي، په خه وظیفه شناسی باندې وړ کیږي، په خه انګیزه باندې وړ کیږي. موږ متاسفانه ډیر ښه اردو لرو، ولې لیدرشپ دی منګه دی اردو چې ګوره هغه ویشل سوای ده په کې هغه رقم خلق دی، دا سی هغه سی ضوابط قوی ترین په نظام کې وی نشته، بله، په دې خاطر که په نظام کې قوی ترین ضوابط وجود ولري او اجرا د امر دقیق وي په غو صورت باندې دغه ورکه قوت چې د موږ په مقابل کې جګړه کوي دا په دغه دوله کې اردو دپاره دا هیڅ شی هم نه ده. دا هیڅ من تر امریکا ډیر ښه جنگیږم، ډیر ته ترې جنگیږم، امریکا جنگ نشي کولای، دا هوایي تریسته که په دغه سکه یو ساتلو ته طاقت وکړه، دا چې ساتلی دا هوایي ساتلی، اما موږ چی نه لرو؟ موږ هغه اراده نه لرو، قوي ترین اراده، هغه قوي ترین لیډرشپ نه لرو. یو بل بېتوجهي به امنیتي ځواکونو ته دا وي کله چې یو سرتېری په جبهه کې جنگیږي، کار چا سره جنگیږي،
کاغه سره دا تشویش نیوی چې زما په کور کې ماشوم وګی دی یا د کور کرایه نه لرم یا نور مشکلات نه لرم، فکر نه کوئ چې هغه به ښه جنګېږي که دغه مسایل په فکر کې نه وي، په ذهن کې نه وي؟ تاسې ګورئ څو شیان دي د نظامیه دپاره چې د ده په مورال ډېر تاثیر کوي. بلې، یو د ده دا ده چې آینده زه چی کېږم، یعنی ما ته آینده بکړه زه ځان مړ کړم په څه سترګې راته کتل کېږي یا کورنۍ ته مې خیر اوسي، دا ډېر زیات دی. تاسې که ډېر لنډ ګرځې زه به دا خبره وکړم، خو څوک خفه کېږي یا خوشحاله کېږي که تاسې یو نظامي نن ورځ بوځئ د خزینې تقاعد ده، اول ته ډېر سپینګیري جنرالان ډېر سپینګیري خلک وګورئ چې هلته په مځکه ناست دي، څوک یې حتی پوښتنه نه کوي، په یخ کې ناست دي، په جدی کې ناست دي، هغه هم دېرش روپۍ یا څلوېښت زره یا دېرش زره روپۍ دته ورته ناست ده، او هېڅ څوک د ده ده د حیثیت او د ابرو په غم کې هم نه ده. ته یقین په خدای وکړه داسې یو کاتب ته ولاړ وي چې ورته وګورئ دا سړی وګوره او دغه ته وګوره، که نه همدغسې په دې لس کاله کې یو شهرک جوړ نه شو چې یو سرتېری ته یو کور ورکړي. خیر اوسې، بلې، همدغسې یو سرتېری شهید شي دغه شهید کور ته څوک نه ور وړي، ډېره منه همالته پروت وي تر هغې چې قومي پسې ور، دا دقیق درته وایم، خپلوان یې پسې ورځي تر هلمنده پورې، بیا په شخصي موټر کې هغه رابارایي او تر دې ځای پورې را وړي. دا بار بار شوی دستر کې عین قضیه ده، کله چې جنازه راځي بیا کورنۍ ټونس پکې را نیسي، د هغه په جنګله کې خپل دا جنازه تړي او خپل کور ته وړي، حتی بدخشان پورې یا بغلان پورې یا نور ولایت پورې. دا قضیه دقیقه ده، دا خبرې دي که نه؟ یوه خبره چې پیشتر ته ویلې که نه، چې موږ اصلا ګورئ یو وخت کې دغه دا بوتو داود خان ته ویلي وایي که ته ماته تحفې لرې زه هم درته راوړی سم تحفه، یعنی مانا دا ده که ته هلته ماته خلک تحریکې په افغانستان کې هم زه کولی سم او داسې کار وم سه. اوس ګورئ که موږ رښتیا غواړو اراده د دې ولرو چې پاکستان نور د موږ په مسایلو کې مداخلې ونه کړه، بر علاوه د دغه قوت چې موږ لرو موږ باید داسې مخفي قوت جوړ کړی وای، داسې مخفي قوت هم جوړ کړی وای لکه الجزایر چې په فرانسه کې جوړ کړي، او له دغه خلکو نه په د دوی باندې هم داسې حملې عملته کړې وای چې دوی خپله لار ورکه کړې. مننه کوم، او دا امکانات ډېر شته. ناصر صاحب، در یک جمله، ای ایجاد پروژه های اقتصادی کال کاسا یک هزار است و این مسائل انجام میشه، این یک اون متل است که میگه یک انگشت افگار میشه بر ما که بعضی مواقع پاکستان آدم فشار بده از طریق هرگز نمیشه، نمیتونه، یعنی این مسائل اقتصادی به نظر شما که بله، اینا بسیار مسائل جزئی است. بسیار زیاد تشکر. ډیر مننه کوم ستاسو ټول چې په دې بحث کې ګډون وکړ، کور مودان. ستاسو لیدونکو نه مننه کوم چې تر دې دمه زموږ ملتیا وکړه. تر بیا، خدای په امان.